لوقا فصل سوم. در پانزدهمین سال حکومت تبریوس امپراتور، وقت پونتیوس پیلاتوس والی یهودیه و هیرودیس والی ولایت جلیل و برادرش فیلیپوس والی ولایات ایتوریا و نواحی تراخونیتوس و لیسانیوس والی آبلیا بود. یعنی در زمانی که حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام ناحیه اطراف دریای اردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند. آنچنان که در کتاب اشعیای پیغمبر آمده است. شخص در بیابان فریاد می زند. رای برای خداوند آماده سازید. طریق او را راست نمایید. درها پر شوند. کوها و تپه ها صاف گردند. کجیها راست خواهند شد، راه های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. بسیار مردم بیرون می آمدند تا به دست یحیی تمهید بگیرند. او به ایشان گفت: ای مارها، کی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدر مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر هست از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد. مردم از او پرسیدند: پس تکلیف ما چیست؟ او جواب داد: آن کسی که دو پیراهن دارد باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد و هر کی خوراک دارد باید همچنین کند. جزیه‌گیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، ما چی باید بکنیم؟ به ایشان گفت: بیش از آن چی مقرر شده مطالبه نکنید. اساکر هم پرسیدند: ما چی کنیم؟ به آنان گفت: از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و با حقوق خود قانع باشید. مردم در انتظار به سر می بردند و از یکدیگر می پرسیدند که آیا یحیی مسیح وعده شده است یا نه. اما او چنین جواب داد: من شما را در آب تعمید می دهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند بوت او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او شاخی خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کار را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. یحیی با راه‌های بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و با آنها بشارت می‌داد. اما هیرودیس که بر سر موضوع زن برادر خود هیرودیا و زشتکاری‌های دیگرش از طرف یحیی ملامت شده بود، با انداختن یحیی به زندان مرتکب کار بدتر از همه شد. پس از آن که همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان باز شد و روح القدس به صورت کبوتر بر او نازل شد و صدای از آسمان آمد: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. وقتی عیسی خدمت خود را شروع کرد، تقریبا 30 سال از عمرش گذشته بود و بر حسب گمان مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر حالی، پسر متات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر ینا، پسر یوسف، پسر متاتیا، پسر آموس، پسر ناهوم، پسر حسلا، پسر نجا، پسر معات، پسر متاتیا، پسر شمی، پسر یوسف، پسر یهودا، پسر یوحنا، پسر ریسا، پسر زیرو بابل، پسر سیالتیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر عدی، پسر قوسام، پسر المودام، پسر ایر، پسر یوسا، پسر الازر، پسر یوریم، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر الیاقیم، پسر ملیا،
پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسا، پسر اوبید، پسر بوعز، پسر شلمون، پسر نحشون، پسر امیناداب، پسر آرام، پسر حسرون، پسر فارس، پسر یهودا، پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تاره، پسر ناهور، پسر سروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر عابر، پسر صالح، پسر قینان، پسر ارفکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامک، پسر متوشاله، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر محللئیل، پسر قینان، پسر انوش، پسر شیس، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.